در برنامه روز 18 سپتامبر به بهانه 18 سپتامبر اشاره کردم که 18 سپتامبر آغاز پایه‌گذاری سازمان CIA است، سازمان امنیتی و جاسوسی ایالات متحده آمریکا که در کنار کاگبه، دستگاه امنیتی اتحاد جماهیر شوروی، دو بزرگترین دستگاه های امنیتی جاسوسی جهان در دوران پس از جنگ به شمار می آمدند. پیش از جنگ جهانی دوم MI6 یا شاخه از دستگاه امنیتی اینتلیجنس سرویس انگلیس خیلی از این دو نهادی که پس از جنگ جهانی شکل گرفتن جلوتر بود. در این سالهایی که از پایه‌گذاری CIA می گذرد، خب بخش بزرگی از چالش CIA در این بوده که جلوگیری کند از اینکه هواداران یا جریانهایی که شاید بتوانند گرایش به سوی شوروی داشته باشند تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، اون نیروهایی رو پشتیبانی کند که در برابر این گروههایی میستند یا نیروهایی میستند که اینها شاید هواداری از اتحاد جماهیر شوروی میکردن. بنابراین ما با یک چالش جهانی در این دوران روبرو بودیم، چالشی که اتحاد جماهیر شوروی و دستگاه امنیتی و سیاسی اون کوشش میکرد در کشورهای گوناگون در گوش و کنار جهان نفوذ کند و نیروهای هوادار خودش رو پرورش بدهد، و ایالات متحده آمریکا هم برام بود که در برابر این گسترش نفوذ اتحاد شوروی ایستادگی کند. بسیار مهم است که این نکته رو دریابید. تا پیش از جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی در محدوده اروپای شرقی تنها نفوذ داشت. کوشش هایی اینجا و اونجا برای نفوذ در کشورهای همسایه انجام می گرفت، اما محدود بود نفوذ اتحاد جماهیر شوروی. احزاب کمونیستی که در کشورهای گوناگون پدیدار شده بودند مورد پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی و کومینترن بودند. حزب کمونیست شوروی از اونها پشتیبانی میکرد، اما شرایط جهانی اونگونه نبود که اتحاد جماهیر شوروی بتواند در بخشی از جهان یکتازی کند. ایالات متحده آمریکا هم هنوز از درون خود بیرون نیامده بود، هنوز در سودای درگیری های جهانی نبود. حتی درگیر شدن آمریکا یا ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم با دشواری های روبرو بود. بیشتر مردم آمریکا مخالف این بودند که روزولت به پشتیبانی از بریتانیا، فرانسه و اروپا به جنگ با آلمان نازی برخیزد. در خود ایالات متحده آمریکا در اون هنگام هواداران نازی، هواداران آلمان بسیار کوشا بودند، و این ماجرای پرل هاربور، حمله ژاپنی ها به هاوایی بود، به جزایر هاوایی بود که آمریکا رو درگیر جنگ کرد، ایالات متحده آمریکا رو درگیر جنگ کرد. جالب اینجاست که هنگامی که نیروهای متفقین وارد ایران شدند در سوم شهریور 1320، اگرچه این نیروهای متفقین ایالات متحده آمریکا رو هم در بر می گرفت، اما این کشور هنوز به آلمان اعلام جنگ نداده بود، هنوز نیروی جنگی در این کارزار نداشت. هنگامی که نیروهای جنگی شوروی و بریتانیا از سه سوی به ایران تاختند، شوروی از شمال از دو جبهه آذربایجان و خراسان به ایران تاختند و بریتانیا از سه سوی، از سوی عراق و از سوی جنوب ایران نیروی نظامی وارد ایران کرد، به ویژه از جنوب، آمریکایی ها تنها کارکنان مستشار در این، رایزن در این کارزار داشتند. هنوز وارد جنگ نشده بودند، نیروی نظامی در این اشغال ایران نداشتند. تا اینجا
نگاه کنید که در سال 1341، 1941، 1320 آمریکایی‌ها هنوز در سپهر سیاست جهانی نقشی که سالهای پس از جنگ ایفا کردند نداشتند و این دولت بریتانیا و دولت شوروی است. این دو دولت هستند که در سپهر سیاسی و جغرافیایی اروپا و خاورمیانه براستی یک کتاز هستند. در این دوران در سپهر سیاست ایالات متحده آمریکا اندیشه های کنارجویی از دنیا همچنان ریشه دارد. این اندیشه است که در سالهای پیش از اون در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود که ما نباید وارد کارزارهای جهانی بشویم. این ایالات متحده آمریکا یک امنیتی هم داشت. دو اقیانوس این کشور تازه رو از دیگر کشورها جدا می کردن. اقیانوس آرام و آتلانتیک. این دو اقیانوس این ایالات متحده آمریکا و قاره آمریکا رو تقریبا یک جزیره کرده بودند. دسترسی به اون آسونی ها ممکن نبود تا اینکه ژاپنی ها به پرل هاربر حمله کردند و ایالات متحده آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شد و به آلمان اعلام جنگ داد. نخست ژاپن به آمریکا اعلام جنگ داد، سپس آمریکایی ها به ژاپن و آلمان اعلام جنگ دادند. و این رویداد پرل هاربر پس از اشغال ایران است. از آن پس هست که میبینیم که ایالات متحده آمریکا بسیار کوشا میخواهد که تا میتواند این گسستی رو که وجود میداشته، این شکافی رو که وجود میداشته در دوران پیش از جنگ جهانی دوم و در این دوران جنگ جهانی دوم جبران بکند و پس از جنگ جهانی دوم یک کتاز رقابت جهانی در دنیای سیاست، اقتصاد و دسترسی به کشورهای گوناگون آمریکا و شوروی شدند. یعنی در واقع سیمای سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم دگرگون شد. دگرگون شد. بریتانیا نقش پیشین رو دیگر نداشت. مهمترین نفوذ بریتانیا یا جایگاه نفوذ بریتانیا یکی در هند بود که بر روی اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم استقلال یافت. از پیش هم آشکار بود که این کشور دیگر در دست بریتانیا نخواهد بود و بخش دیگر خاورمیانه بود، عراق و ایران و به ویژه ایران. ایران در اون هنگام در بررسی های سیاسی دولت بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم دولت چرچیل جایگاه بسیار برجسته‌ای داشت، چون نفت ایران رو اونها در اختیار داشتن. در اون هنگام چند کشور بزرگ بیشتر نبودند که تولید نفت میکردن و ایران از شمار مهمترین اونها بود و به ویژه در پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه جهان در اون هنگام، نفتی که در دسترس دولت بریتانیا قرار میگرفت همچنان دارای ارزش بود. و از این رو باید گفت که پس از جنگ جهانی دوم در این کشاکش جهانی ایالات متحده آمریکا و شوروی درگیر هستند و بریتانیا میکوشد این سرزمین هایی رو که در اونها نفوذ داشته رو تا حدودی حفظ کنه و این سرزمین و مهمترین اونها ایران هست. خب کانال سوئز بخشی از این حوزه نفوذ، یا مصر بخشی از این حوزه نفوذ بریتانیا است، ولی نفت ایران جایگاه بسیار برجسته‌ای در اقتصاد بریتانیا داره. این رو نمیتوانند از اون بگذرند. اشاره کردم که 18 سپتامبر 72 سالگرد پیدایش سازمان CIA بود. در این سالهایی که از پیدایش سازمان CIA تا امروز می‌گذرد، درباره جایگاه CIA یا کوشش CIA در براندازی دولت مصدق اسناد زیادی
به چاپ رسیده یا داوری های زیادی پراکنده شده به چاپ رسیده. خود CIA در 4 دوره یک رشته از اسناد رو منتشر کرده که انبوه بزرگی از اونها سال گذشته در دسترس ما قرار گرفت. در سال 2000 تاریخدان یا مسئول تاریخدانی CIA در یک کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد که مجموعه اسناد CIA درباره ایران در یک آتش سوزی در یکی از انبارها از میان رفته. سال گذشته روشن شد که این سخن نادرست بوده. حالا آیا این سخن نادرست آگاهانه بوده یا اونها سپس به این اسناد دست یافتن نمیدانیم، ولی میدانم که سال گذشته انبوهی از اسناد در دسترس همگان قرار گرفت. هنوز هم بسیاری از این اسناد در دسترس ما قرار نگرفته. از میان این اسنادی هم که در دسترس ما قرار گرفته، من در نوشتارهایی به اون پرداختم، بخشهای بسیار مهمی سیاه شده، یعنی از میان رفته، ریدکت شده به قول معروف، و باید با گمان زنی این بخشها رو دریافت و بخشی از این سیاه شدن ها نام فردی است که می توان گمانه زد. بخشی از اونها نزدیک به نیم برگ است و بنابراین نمی توان دریافت که در چه باره ای در این زمینه گزارش ها به مسائل می پرداخته. ما نمی دانیم. یکی از بخش های بسیار خواندنی در این اسناد در کوششی است که در این سالها ایالات متحده آمریکا و CIA برای نزدیک شدن به روحانیان شیعی ایران کارهایی است که در این راستا انجام میدند. هیچ پیشینه‌ای در این زمینه ندارند. آشنا با این کارزار نیستند. اما میدانند که کشور ایران کشوری است که مردم اون باورهای مذهبی دارند و روحانیان شیعی در میان مردم نفوذ فراوان دارند. فراموش نکنیم از نقطه نظر تاریخی بسیار مهم است. در درازای دوران پادشاهی رضا شاه پایگاه این آیین شیعی، این شاخ از دین اسلام، آیین شیعی در نجف و در عتبات بوده. برجسته ترین شخصیت دوران پادشاهی رضا شاه در دنیای شیعیگری یعنی آست ابوالحسن اصفهانی است، معروف هستش به آست ابوالحسن اصفهانی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی. ایشان در نجف میزیسته و سال 1300 پس از مرگ ملا کاظم خراسانی، آدم بسیار برجسته در دوران خودش بوده، پس از مرگ او در سال 1300 آست ابوالحسن اصفهانی یک کتاز دنیای شیعی می شود مرجع تقلید شیعیان جهان، زعیم نجف. هر کسی که زعیم شیعیان، زعیم روحانیان نجف بوده، او بر واقع رهبر شیعیان می شده و این آست ابوالحسن اصفهانی چنین بوده. در دنیای شیعی مسلمانان شیعی می توانند از مجتهدان دیگری پیروی کنند، یعنی تقلید کنند، مقلد اونها باشند. در اون دوران هم از آدمهای دیگری هم تقلید می کردند، اما در این بلندای ساختار روحانیت شیعی آست ابوالحسن اصفهانی نشسته بود در درازای پادشاهی رضا شاه. دیگران هم بودند، اما هیچ کس به پای او، به جایگاه او نمی رسید. در ایران آقای حائری یزدی، من به نادرستی در یکی از برنامه هایشان رو حاجی خواندم، ایشان هیچگاه مکه نرفته بود، حاجی نشده بود. شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 1300، همان سالی که خراسانی درگذشت، همان سالی که اصفهانی به این جایگاه بلند مرجعیت شیعه برای همه شیعیان رسید، در اون سال در قم
خواست ابوالحسن ببخشید شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزه علمیه قم رو بنا نهاد. تا اون هنگام در قم حوزه علمیه نبود. حوزه علمیه یعنی جایی که گروهی از طلاب علوم دینی می روند، گروهی از مدرسان شیعی می روند و یک دانشگاهی رو، حالا شاید واژه درستی نباشه، یک مدرسه عالی رو برای آموزش دینی آغاز می کنند. ما پیش از اون در شهرهای دیگری این رو داشتیم، در بروجرد، در خمین و عراق و مشهد و شهرهای دیگر، اما قم چنین پایگاهی نبود تا اینکه شیخ عبدالکریم حائری یزدی آمد به قم و در قم حوزه علمی قم رو به راه انداخت. خیلی جالب است این همزمانی ها، یعنی درست در آغاز فراز رضا شاه به فرمان روایی سال 1300، کودتای 1299 روی داده، در سال 1300 سید ضیاءالدین رو برانداختند، از ایران بیرون کردند، رضاخان شده سردار سپه، وزیر جنگ و رفته رفته نخست وزیر و سرانجام پادشاه در پایان سال 1304. در آغاز این دوران هم در نجف آستابالحسن اصفهانی به مرجعیت تام میرسد و هم در ایران آقای حاج عبدالکریم حائری یزدی حوزه علمیه قم رو به راه میاندازه. ویژگی این دو آدم هم، این دو آدمی که یکی نجف رو اداره میکرد و دیگری قم، در این است که از سیاست گریزان بودند. اصفهانی آزمون کرده بود شورشی رو که در عراق علیه انگلستان پس از جنگ جهانی اول روی داده بود، هنگامی که دولت بریتانیا دو برادر رو آورد از عربستان، دو پس فرزند کلیددار کعبه رو از خاندان علوی هاشمی آورد، به یکی رو بر رهبری پادشاهی عراق نشاند و دیگری رو به پادشاهی اردن. اینها برادر بودند، یکی پادشاه اردن شد، خاندان هاشمی اردن، و دیگری هم پادشاه عراق شد، ملک فیصل هاشمی، که سرانجام در یک کودتای خونینی برانداخته شد. اینها موضوع گفتگوی من امروز من نیست، این پیش درآمدها رو با شما در میان میگذارم تا آنچه رو که میخواهم در این بخش دوم برنامه پیدایش سیاه با شما در میان بگذارم اون رو روشن کنم. بنابراین در دوران پادشاهی رضا شاه و در دورانی که دولت بریتانیا هنوز یک کتاز سیاسی در خاورمیانه است و از جمله در ایران نفوذ بسیاری در ایران داره، در این دوران نجف پایگاه روحانیت شیعی است و شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم در قم این نقش رو داره. آقای یزدی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شاید دوباره گفتم حاج ببخشید، شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 1315 در می‌گذرد، 5 سال پیش از پایان پادشاهی رضا شاه. آستابالحسن اصفهانی در سال 1325 در می‌گذرد، 10 سال پس از آن. در این ساختار روحانیت شیعی در دنیا یک خلأی به وجود آمده بوده. خیلی نکته بسیار باریکی است که میخواهم به شما اشاره کنم، توجه کنید. در اون دوران در ایران نزدیکترین آخوند دربار فرزند یکی از دو سید برجسته مشروطه بوده، سید محمد بهبهانی، فرزند سید عبدالله بهبهانی، یکی از دو سید معروف انقلاب مشروطه، چون بهبهانی و طباطبایی دو سید معروف انقلاب مشروطه بودند. فرزند سید عبدالله بهبهانی، سید محمد بهبهانی، یکی از برجسته ترین روحانیان شیعی در تهران به شمار می آمده و بسیاری بر این باور بودند که با دولت بریتانیا یک پیوندها و نزدیکی هایی داره. چرا به این اشاره می کنم؟
چون در این انبوه اسناد تازه‌ای که ما از سیایه در دست داریم، یکی از جنبه های بسیار جالب در این است که سیایه هم بر روال روشی که دولت بریتانیا و اینتلیجنس سرویس بریتانیا در گذشته دنبال می کرده در می آبد که در کشورهای مانند ایران، عراق و دیگر کشورهایی که اسلام در اونها دین چیره است، باید یک رابطه با روحانیان شیعی به وجود بیاورد. اسناد این دوران خیلی خوب نشان می دهد که سازمان سیایه و حتی پیش از اینکه این سیایه به سازمان سیایه تبدیل بشود، یعنی گروهی که پیش از سیایه پدیدار شده بوده و این گروه در واقع به سیایه تبدیل می شود، از همون آغاز کوشش می کنند که با روحانیان از جمله آقای بهبهانی روابط برقرار کند. خب پیوندهایی هم میان سیایه و MI6 انگلیس وجود داشته، به یکدیگر آگاهی هم می رساندند. اسناد این دوران نشان می دهد که در براندازی دولت مصدق یکی از پروژه ها برانگیختن روحانیان هست، برانگیختن احساس دینی مردم هست و بهره گیری از این روحانیانی است که در میدان هستند، مانند کاشانی. خب آقای بروجردی در میدان نبوده، ولی اسناد سیایه نشان می دهد که خیلی حساب می کردن که بروجردی چگونه رفتار می کند. چرا حالا بروجردی اهمیت پیدا می کند؟ بازگردم به رشته گسسته سخن که پیشتر آغاز کرده بودم. در درازای پادشاهی رضا شاه، کانون رهبری شیعی جهان همچنان در نجف است. شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم برجسته‌ترین روحانی شیعه ایران است که مدارا با رضا شاه رو برگزیده. بسیار نقش مهمی در این دوران داشته. اگر مدارای آقای یزدی نبود، حائری یزدی نبود، چه بسا برخی از پروژه های رضا شاه به پیش نمی رفت. و جالب اینجاست که رضا شاه هم احترام زیادی برای شیخ عبدالکریم حائری یزدی قائل بوده، یعنی یک رشته کارها رو رعایت میکرده در برخورد به این آدمی که سخت بر این باور بوده که روحانیان شیعی نباید در سیاست دخالت کنند. چرای اون رو در یک برنامه دیگری توضیح خواهم داد، به اینجا مربوط نمیشود. پس از مرگ آستابالحسن اصفهانی در سال 1125، یکی از برجسته ترین مجتهدان اون زمان که پیشتر در بروجرد زندگی می کرده به نام آقای بروجردی برای عمل جراحی می آید به تهران. آقای بهبهانی که هم در اون دوران بریتانیا بر او بسیار نفوذ داشته، به شاه پیشنهاد می کنه و شاه رو که در اون هنگام یک پادشاه وفاداری به مشروطه بوده، یعنی پادشاهی بوده که هیچ دخالتی در حکومت نمی کرده، محمد رضا شاه در سال 1325 پادشاهی است بر پایه اصول مشروطه رفتار می کنه و نقشی در فرمان روایی و اداره کشور نداره. بهبهانی به او پیشنهاد می کنه که به دیدار بروجردی برود و از بروجردی بخواهد که به قم بیاید و مرجعیت شیعه رو در قم به راه بیاندازد و این کار رو شاه انجام میدهد، بیان که شاید آگاه باشد که چه کاری رو پایه گذارده. از هنگامی که آقای بروجردی به قم میآید، پایگاه مرجعیت شیعی از نجف به قم منتقل میشه. نه این است که در نجف آدم های دیگری نبودند، ولی بر جایگاه آستابالحسن اصفهانی آیت الله بروجردی است که می نشیند و تا سال 1340 که درگذشت همچنان در این 15 سال بدون هیچ گونه رقیب و شریکی یک کتاز دنیای شیعی است و او به عنوان مرجع تقلید شیعیان جهان شناخته می شه، زعیم شیعیان جهان شناخته می شه و همه داوری های او رو میپذیرند. این یک
کاری بوده که یک شمشیر دولبه هست، یعنی آمدن بروجردی به قم و بازگشتن پایگاه شیعی به ایران، چون خیلی مهم است این نکته رو در نظر بگیرید، پس از اینکه محمود افغان پایگاه دولت صفوی شیعی رو در اصفهان گرفت و بسیاری از روحانیان پراکنده شدند، کانون شیعیگری از تهران از ایران بیرون رفت و رفت به عتبات، و بنابراین از پایان دوران صفوی تا مرجعیت آقای بروجردی در سال 1325 کانون رهبری شیعی در بیرون از ایران بوده، اینک به ایران باز می‌گردد پس از 250 سال. خب این شمشیر دو دم است، یعنی آخوند شیعی میتواند با شاه همپیمان باشد یا میتواند با شاه رقابت کند. ما نمونه اون رو در دوره ناصرالدین شاه در مورد ملا علی کنی دیدیم، آدمی بود که چنان نفوذی داشت که سپهسالار رو از صدر اعظمی برکنار کرد و به ناصرالدین شاه هشدار داد در هنگامی که ناصرالدین شاه از اروپا به ایران باز میگشت همراه سپهسالار، که اگر سپهسالار رو با خودت به تهران بیاوری تاج از سرتو برخواهیم داشت، و ناصرالدین شاه چنان بیمناک شد که سپهسالار رو در رشت گذاشت و به تهران تنهایی آمد و کسی دیگری رو به جای سپهسالار به صدر اعظمی برگزید. دولت ایالات متحده آمریکا و CIA هم درس‌هایی رو که از بریتانیا گرفته بودند خیلی خوب دنبال می‌کردند، نه با درایتی که دولت بریتانیا داشت، چون دولت بریتانیا 200-300 سال پیشینه استعماری در جهان داشت و این کارزارها رو آموخته بود، یعنی فهمیده بود که اداره کشور هند رو نمیتواند با مدیران اسکاتلندی و انگلیسی انجام بدهد، هندی ها رو برمی انگیخت، هندی ها رو برجسته می کرد، از اونها بهره می گرفت، جنگ دینی به راه می انداخت در بین اونها. آمریکایی‌ها در این کارزار بسیار جوان بودند، اما اسناد نشان می دهد که روی چند نفر از روحانیان برجسته اون زمان در دوران کوشش برای براندازی مصدق سرمایه گذاری کرده بودند. یکی از اونها کاشانی است که در یه برنامه ویژه‌ای به اون خواهم پرداخت. اما دولت بریتانیا، ببخشید دولت ایالات متحده آمریکا، اون توانایی‌های آزموده دولت بریتانیا رو در این روابط با آخوندها نداشت. بریتانیا در این کار براستی آزموده بود، براستی کهنه‌کار بود. من یک نمونه از اون رو در اینجا با شما در میان میگذارم و در برنامه دیگری، برنامه کاملا مستقلی، شاید هفته آینده به اون بپردازم، و اون ماجرای پولیس به نام تنخواه هند. برخی درباره اون سخن گفتن به نام پول یا موقوفه عود، که درستش در واقع اود هستش به زبان هندی، یک منطقه است در هندوستان، امروز هم وجود داره، که به زبان هندی این ناحیه رو اود میگویند، به لحجه های دیگری از اون به عنوان عود هم استفاده میکنند، منتها عود نه با عین، با الف و واو و دال. ماجرای پول اود یا عود به این گونه است، خیلی مهم هست که به گونه کناری به این اشاره کنم. یکی از آدم های برحال غیر آخوند، یعنی آدمی که هیچ جایگاه دینی در دوران صفوی نداشته، یه آدمی بود در خراسان، آدمی بوده جنگجو، حتی به راهزنی نام آور بوده، در اون سالهای پایانی دوره صفوی با جنگ و گریز و کارهای زشتی که در راه انجام میدهد میرود به هند، و در هند نخست پیشکار یکی از رهبران یا
فرمانروایان محلی مسلمان هند می شود و سپس پادشاه اون منطقه. نام اون رو اجازه میدی که از این یادداشتهایی که در کتاب شیگری نوشتم ازش بهره بگیرم. میر محمد امین که قبلا نامش بوده سعادت خان نیشابوری، آدمی بوده که به راهزنی نامآور شده بوده. این میرود در درگیری ها و ماجراهایی که پیش میآید که در یه برنامه به درازا به اون خواهم پرداخت، سر از هند در می آورد و در هند یک فرمان روایی شیعه برپا می کند. یعنی پس از اینکه بر یک بخشی از بخش کوچکی از هند چیره می شود، به عنوان نخست همکار یکی از امیران مسلمان بخشی از هند همین منطقه یود، سپس شاه اون منطقه می شود و نخستین کسی است که در اون دوران در هند عزاداری حسینی برگزار می کرده. و خب رفتن او به هند همراه است با یک رویداد بسیار مهم تاریخی. گرگین خان نامی از سوی شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی، فرمان روایی بر بخشی از افغانستان امروز رو داشته، در هرات و قندهار و دیگر بخشا فرمان روایی داشته. آدمی بوده بسیار پلید، شیعی بسیار پیورزی بوده و بارها مسلمانان پشتون و اهل سنت اون زمان، کشوری به نام افغانستان نبوده ولی اون سرزمینی که بخشی از پادشاهی صفوی بوده، از پادشاه صفوی میخوان که این آدم رو از کار برکنار کند و او چنین نمی کند تا اینکه میرویس شورشی میکند. میرویسی که بعدها فرزندش محمود افغان، معروف به محمود افغان، محمود هوتکی، پایتخت دولت صفوی رو برش چیره می شود. میرویس شورشی می کند و در این شورش گرگین خان کشته می شود. در دوران شورش میرویس بسیاری از شیعیان از بیم و هراس انتقامی که ممکن است میرویس از اونها بگیرد از خراسان فرار می کنند به سوی هند و این دولت شیعی این پادشاهی اود رو یا ابد رو بسیار توانا می کنه. از اون زمان بران می شوند که موقوفه درست کنند، پولی بدهند به روحانیان شیعی که از ایران گریخته بودند، رفته بودند به عتبات. این پول رو همین دستگاه امیری شیعی این منطقه هر سال می برده و به روحانیان شیعی در عتبات می داده، تا اینکه دولت بریتانیا چیرگی خودش رو بر هند کامل میکنه و از جمله این بخش از هند رو هم زیر دست خودش میآورد. و دولت بریتانیا بسیار زیرک و زرنگ در این زمینه بوده، میگوید که نه، شما نمیتوانید این پولهایی رو که این تنخواهی رو که جمع میکنید برای موقوفهی که پدیدار ساخته اید، این پول رو بفرستید به عراق امروزی، به نجف. ما این کار را انجام میدیم، ما فرمان روای این سرزمین هستیم، بر عراق هم فرمان روایی داریم، پول رو ما دست به دست میکنیم. نفوذ دولت بریتانیا در میان روحانیان شیعی با پخش این پول آغاز میشود. یعنی پول موقوفه عود رو میگرفتند، میبردند به عتبات و بر پایه ارزیابی ها این پول رو میان روحانیان شیعی پخش می‌کردند. و بر پای اسناد تاریخی در برنامه دیگری به اون اشاره خواهم کرد، تقریبا کسی از میان روحانیان شیعی عراق نبوده که از این پول موقوفات عود یا عود سهمی نداشته باشد. همه در واقع این پول رو دریافت می‌کردند و این چون این پول از راه دولت بریتانیا به اونها می رسیده، دولت بریتانیا به گونه پنهان و آشکار یه روابطی هم با اونها داشته.
این نمونه ای از کار و کوشش است که بریتانیا برای بهرهگیری از این ساختارهای دینی در کشورهای اسلامی انجام میداده. اسناد CIA نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا هم میخواهد این روش بریتانیا رو دنبال کنه، اما بسیار ناتوان. بدون این نوع تردستی های بسیار جسورانه و زرنگ دولت بریتانیا که کوشش نمی کرده نشان بدهد که این پول به راستی از سوی اونها می آید، اما با تردستی با شگرت هایی این روابط رو حفظ می کرده. اسناد CIA نشان می دهد که روابطی که دولت ایالات متحده آمریکا و ماموران CIA کوشش می کنند در ایران با رهبران دینی داشته باشند خیلی خشنتر از این یا بسیار نرم نیست، حالا خشن هم نیست ولی خیلی روشن و آشکار گاه این کار رو انجام می دادن. مثلا کتاب به نام حزب توده در می آوردن، در نجف پخش می کردن و در این کتاب می گفتن که هنگامی که ما به قدرت برسیم آخوندها رو در خیابانهای ایران از درختها آویزان خواهیم کرد، ولی روشن بوده که زبان حزب توده نیست. این رو در تهران نوشته بودند، حزب سازمان CIA هم بر اون کارتون گذاشت، یعنی تصویر گذاشته بوده و این رو در نجف پخش کرده بودن میان آخوند و از این کارها میکردن. یه رابطه هم با برخی از روحانیان برجسته تهران به وجود آورده بودند، مانند کاشانی که در آغاز خیلی جدی نبوده ولی رفته رفته جدی میشود. خب من به این بخش مربوط به پول هند در یه برنامه دیگری خواهم پرداخت، اما بازگردیم به ایران. این انبوه اسناد سازمان CIA بسیار خواندنی و ارزشمند است. برای کسانی که میخواهند به این بخش تاریک تاریخ ایران یا بخش‌های ناگفته‌ای از این دوران تاریخ ایران دسترسی پیدا بکنند، این است که با این پیش درآمد بسیار دراز رشته سخن رو درباره آنچه که در برنامه گذشته آغاز کرده بودم با شما پی میگیرم. اشاره کردم که در دوران ریاست جمهوری ترومن و همکارانش به ویژه آدمی مانند دین آچسون وزیر امور خارجه و بسیاری از کسانی که پیرامون ترومن بودند به راستی بر این باور بودند که گسترش نفوذ ایالات متحده آمریکا در دنیای سوم، در آمریکای لاتین، در خاورمیانه، در کشورهای دیگر باید با یک پروژه های اقتصادی و سیاسی همراه باشد و از همین روز که موضوع اصل چهار رو ترومن در مجلس ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. سخنرانی ترومن در این باره بسیار بسیار خواندنی و شنیدنی است. در اونجا میگوید ما باید از احساسات ملی این مردم این کشورها پشتیبانی کنیم، اینها سرکوب شده هستند. اشاره می کند به مستعمرات بریتانیا، به نقشی که بریتانیا داشته. یعنی ترومن و یارانش فکر می کردن که از این راه هستش که باید نفوذ ایالات متحده آمریکا را در دنیا گسترش بدهند. هنوز جنگ سرد آغاز نشده بوده. هنگامی که جنگ سرد به راستی آغاز می شود دیگر مسئله دموکراسی و حقوق این مردم این کشورها دیگر در میان نیست. موضوع بر سر این است که چگونه می توانند از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کنند. در دوران ترومن نطفه ها یک جریان تند ضد کمونیستی در سیاست ایالات متحده آمریکا بسته می شود و یکی از شخصیت، یعنی دو تن از شخصیت های برجسته که در این کارزار بسیار نقش داشتند برادران دالس هستند که پس از آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور، پس از پایان دوران ترومن، افسون بر این که نیکسون آدمی که معروف بوده به یکی از ضد کمونیست ترین شخصیت های سیاسی اون زمان آمریکا و حتی در کارزار مکارتی ضد کمونیست معروفی که در هر سوراخی دنبال کمونیست ها در آمریکا میگشت، حتی هنرپیشه های سینما رو به عنوان کمونیست از کار محروم میکرد، آقای نیکسون در این کار درگیر بوده.
و بعد نیکسون در یک ماجرای دیگری که به معروف شد از یک جریان بسیار تند ضد کمونیستی که بعدها روشن شد که چندان هم درست نبوده، نام‌آور شد و معاون آیزنهاور شد. اما نیکسون در اون هنگام جایگاه مهمی نداره. دو برادر دالاس هستند که جایگاه ویژه‌ای در دولت آیزنهاور دارند. یکی از اونها می شود وزیر امور خارجه و دیگری می شود رئیس سازمان CIA. آلن دالاس رئیس سازمان نوپای CIA می شود و جان فاستر دالاس وزیر امور خارجه. نکته ای رو که خیلی ها بر اون آگاهی ندارند در این است که این دو برادر که هر دو وکیل دادگستری بودند، حقوقدان بودند، شریک یک کمپانی حقوقی، یک شرکت حقوقی برجسته آمریکا بودند که یکی از نخستین شرکت‌های حقوقی آمریکاست که بین‌المللی شد و امروز هم یکی از بزرگترین شرکت‌های حقوقی جهان است. در بیشتر کارزارهای بزرگ حقوقی جهان، از جمله هنگامی که کشتی نفتی معروفی در آلاسکا اون بزرگترین رویداد نفتی رو، یعنی به گل نشست و بزرگترین رویداد نفتی دنیا رو در اون هنگام به وجود آورد، یا در جریان پشتیبانی از بریتیش پترولیوم در این ماجرایی که در خلیج مکزیک رویداد، این شرکت همچنان در کانون این کارزارهای بین‌المللی است. آلن دالاس و برادر او جان فاستر دالاس از شرکای این دستگاه حقوقی هستند، این شرکت حقوقی هستند. این شرکت حقوقی وقتی میگویم شریک، یعنی بلند پایه ترین کارکنان این شرکت حقوقی، اینها رو به عنوان شریک یا پارتنر در آمریکا میخوانند. در اون زمانی که این دو برادر پیش از اینکه یکی وزیر امور خارجه بشود و دیگری رئیس سازمان CIA، این شرکت که این دو برادر از شرکای اون و از رهبران این شرکت حقوقی به شمار می آیند، یکی از بزرگترین پرداخت کنندگان به این شرکت یا یکی از مهمترین موکلان این شرکت، یکی از کمپانی هایی که این شرکت نمایندگی می کرده و یکی از برجسته ترین منابع درآمد این شرکت در اون هنگام بوده، شرکت نفت ایران و انگلیس است. این رمز و راز رو کمتر ما درباره‌اش شنیدیم که دو برادر شریک در یک شرکت حقوقی که درآمد بزرگی، بخش بزرگی از درآمد این شرکت از راه رایزنی حقوقی برای شرکت نفت ایران و انگلیس فراهم می شود، یا بریتیش پترولیوم بعدی بی پی که هنوز هم این شرکت یکی از ساختارهای حقوقی جهانی در نمایندگی بریتیش پترولیوم هست، این دو برادر شریک این شرکت بودند. و چون اون زمان اینترنتی وجود نداشته، دسترسی به این آگاهی ها آزاد نبوده، کمتر به این پرداخته شده که دو وکیل شریک شرکتی که کمپانی نفت ایران و انگلیس رو نمایندگی می‌کردند، یکی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شده، دیگری رئیس سازمان CIA. بنابراین برگ برگشته. پیش از اون در دوران ترومن سازمان CIA و دولت بریتانیا، دولت ایالات متحده آمریکا، حاضر نبودند با دولت بریتانیا و اینتلیجنس سرویس بریتانیا برای براندازی مصدق همکاری کنند. اشاره کردم که حتی ترومن پس از آمدن مصدق به نیویورک برای شرکت در اجلاس امنیتی، اجلاس شورای امنی، شورای عالی سازمان ملل متحد، او رو دعوت میکنه
که به واشنگتن برود و مصدق به بیمارستان معروفی که معمولا رئیس جمهور در اونجا بستری می شده برای چند روزی می رود و در همونجا هستش که با مگی 80 ساعت گفتگو می کنه. نامه تندی هم در این باره چرچیل نوشته به ترومن که شما چرا دزد نفت ما رو به کشور خودتون دعوت کردید، به واشنگتن دعوت کردید. سخت خشمگین بوده چرچیل از اینکه خب نفت اونهاست. به ادعای چرچیل این نفت ایران زیر خاک کشور ما نفت انگلیس بوده و این دزد نفت یعنی مصدقی که نفت رو میگفتن ملی کرده، که نفت رو مردم ایران ملی کردن، مجلس ایران ملی کرده، حتی شاه بر اون دستینه نهاده، این دزد نفت رو چرا به کشور خودتون راه دادید؟ خب سخن بسیار زیاد هست و من در این بخش دوم هم نخواهم توانست به گوش و کنار این برنامه ها برسم، ولی یادآوری دارم میکنم که در این دوران پیش از آیزنهاور دولت ایالات متحده آمریکا دوستدار یک نوع کنار آمدن با مصدق بوده و دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران انگلیس این رو وتو می کنند. مصدق هم به دلیل این هواخواهی و دوست داشتن روابط با ایالات متحده آمریکا در ایران از سوی حزب توده به عنوان نوکر آمریکا معرفی میشه. توجه کنید در اون هنگام اتحاد جماهیر شوروی از جنگ بیرون آمده، دشمنی اصلی خودش رو ایالات متحده آمریکا میدونه و نخست وزیر ایران که میخواهد در برابر بریتانیا متحدانی بیابد، ترومن رو به عنوان رئیس جمهوری که شاید بتواند با ایران کنار بیابد کنار بیاید در میابه و با مکی معاون وزارت امور خارجه وارد مذاکره میشه. حزب توده در این دوران بر تبل دشمنی با مصدق همراه با فدایان اسلام میکوبیده. یعنی شما اگر به شماره های اون دوران روزنامه نبرد ملت و روزنامه های حزب توده نگاه بکنید، یک نوع همانی میان این دو گروه وجود داره، یعنی توده ای ها و فدایان اسلام در دشمنی با مصدق به عنوان نوکر امپریالیسم آمریکا، و همین واژه ها پیرکفتار نوکر امپریالیسم آمریکا، بر تبل تبلیغاتی خودشون در ایران میکوبیدند. نه تنها دولت بریتانیا هزینه میکرده در روزنامه ها در ایران که مصدق رو بدنام کنه، پول هزینه میکرده، هنوز سیایه درگیر این کار نشده بوده، بلکه حزب توده با پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی و تبلیغاتی که از سوی شوروی ها انجام می شده مصدق رو به عنوان نوکر امپریالیسم آمریکا معرفی می کردند. این واژه مصدق السلطنه رو اونها دوباره به راه انداختند. مصدق که در اون دوران مصدق السلطنه نبوده، انگامی که نماینده مجلس در دوره 14 شده و در دوره 16 شده، که مصدق السلطنه که زیبا اون نمیگفته محمد مصدق بوده، دکتر محمد مصدق، این مصدق السلطنه رو حزب توده به راه انداخت و درباریان این رو گرفتن و امروز هم هواداران دربار یا اون اندیشه‌های درباری همین رو در واقع دارن روان میسازن که این مصدق مصدق السلطنه است. پس از روی کار آمدن آیزنهاور، بعد برگشت. دو برادر، دو شریک شرکت حقوقی که شرکت نفت ایران انگلیس رو نمایندگی می کرده، یکی وزیر امور خارجه شد و دیگری رئیس سازمان CIA. آقای وودهاوس که مسئول اینتلیجنس سرویس انگلیس در ایران بوده و اون زمان از ایران بیرون رفته بوده، یک بار در می آبد و در یادداشت‌های خودش گفته که با انتخابات آمریکا ما دریافتیم که برگ برگشته و ما بار دیگر می توانیم پروژه براندازی مصدق رو زنده کنیم. وودهاوس و همراهانش به دیدار این تیم تازه انتخاب شده در آمریکا می روند. هنوز ریاست جمهوری آقای آیزنهاور آغاز نشده، ولی رسم است در آمریکا که تیم در حال انتقال دارای نقشی است. این تیم در حال انتقال که برادران دالاس رو هم در بر میگیره، با وودهاوس و تیم اینتلیجنس سرویس
پیش از آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور دیدار می کنند و در می یابند که پروژه براندازی مصدق دوباره زنده شده. ما به پایان برنامه امروز رسیدیم. به گمان من بخش سوم و شاید چهارمی هم در میان باشد. تا برنامه آینده، روز و روزگار و شما خوش باد.